آب باران به قسمت کنتور هنوز نرسیده و فرصت داریم که در خدمتتون باشیم. در خدمت آقای حمید درخشان هستیم، سرمربی اسبق پرسپولیس و تیم ملی نوجوانان. خیلی خوش اومدین. قربون شما، به نام خدا منم سلام عرض کنم خدمت شما و همکارای محترمتون، همچنین بینندگان عزیز. خوشحالم که در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدین. آقا از تیم ملی نوجوانانمون شروع کنیم که فردا بازی دارن تو مرحله یکشون با تیم مراکش. خوش درخشیدن، ولی خب همیشه توی این رده‌های سنی ما نتایج نسبتا خوب و درخشان گرفتیم. خب طبیعیه، من فکر میکنم که اول باید خسته نباشید و این بچه‌ها بگیم که خیلی تلاش کردن. خب در واقع تو جام جهانی بازی کردن با تیم‌های بزرگ خیلی سخته، اما اون چیزی که مهمه اینه که این بچه‌ها با تمام وجود، با تمام قدرت و تلاش زیادی کردن که تونستن این نتایج رو به دست بیارن. من امیدوارم که انشالله تو پروسه‌های بعدی، تو مراحل بعدی بتونن با موفقیت عبور کنن. گرچه کار سختیه، ولی خب دور از دسترس نیست. این بچه ها تلاش میکنن که بتونن موفق بشن. در هر صورت این تیمیه که حدوداً یه دو سالی هست آقای عبدی روشون کار میکنه و تلاش کرده تو بازیای آسیایی و بازیایی که قرار بود انجام بشه، یه تعداد از بازیای تدارکاتی رو انجام داده و در نهایت الان به اینجا رسیده که تو یه جایگاهی قرار گرفته که امیدوار هست برای صعود به مرحله بعدی، که انشالله بتونن با تلاشی که انجام میدن و با شناختی که نسبت به حریفا دارن بتونن یه نتیجه خوب رو بگیرن. شما پیش بینیتون چیه از این طرف جدولی که ما هستیم و با مراکش بازی داریم فردا؟ ببینین، اصلا جام جهانی هیچ تیمی رو شما الان بگذاریم، اون تیمی که تو گروه ایران بود خیلی تیم خوبی نبود، ولی بقیه تیمایی هستن که قدرتمندن، اومدن تو جام جهانی که دنبال عنوان هستن. اینجوری نیست که شما به راحتی و بازی نزدیکه 100%. حالا اینجوری فکر کنیم که مراکش، خب طبیعتا مراکش، خود مراکش شما تو جام جهانی دیدین بسیار تیم با اقتداری بود، دیدین تا چه مرحله پیش رفت بود دیگه. احسن. و در نهایت اونا تو زیر ساختاراشون حتما تو ردای پایه‌شون هم توجه زیادی به این تیم‌ها دارن که قصد. فوتبال بزرگشون میاد تو جام جهانی، تو اون رده میره و شگفتی جام جهانی میشه. در صورت به نظر من همه تیم ها قابل احترام و سخت هستن و باید بچه ها تلاش زیادی بکنن که انشالله بتونن برنده شدن. با تلاش و زحمت و یه مقدار ارزیابی حریفان، آنالیز تیم ها و نوع استراتژی که جلوش بازی میکنن خیلی مهمه و به نظر من این بچه ها لیاقت اینو دارن که بتونن این شایستگی رو ثابت بکنن. امیدواریم. ولی کار سختیه. آنالیز هم قطعا انجام میشه. شما خودتون سال 2001 سرمربی تیم نوجوانان بودین. بله. و تا چه مرحله رفتین؟ ما تو همون مقدماتی عود شدیم. خب طبیعتا تو جام جهانی با تیمایی که با ما بازی میکردن، خب من زمانی که تیم رو داشتم اون تیم تو دورهای مقدماتی ورود به آسیا عود میشد. این بار تو خود مقدماتی اومدیم رفتیم به جام جهانی و تو مقدماتی جام جهانی، یعنی بله. در واقع پله پله روش کردیم اومدیم رسیدیم به جام جهانی که خوشبختانه الان چند دور از جام جهانی تیمای ما از دور مقدماتی خوب میریم بالا. آلمان رو بردیم، برزیل رو بله. بردیم، خیلی خوب بوده این تیم 2001. بله بله، ما از این چهره ها حسین کعبی و سیاوش اکبرپور و گلرم حسن حوری بود، درسته؟ بله کاملا. اون عکس قبلی اگه یه بار یه داشته باشیم، اون اکبرپور و خدمتشون شیس رضایی هم هست. آها، تو نوجوانان که شیطنت نداشت تو تمرین. نه، اون میر طرقی هم بود، اون همرنگم که بازیکن ملوان شد اونم بود. بعد تیم الان همین تیم نوجوانان ما با نتیجه درخشانی که میگیره چی جوری باید برسن به لیگ برتر و فوتبال بزرگسالان؟ چون همیشه آمار رو که نگاه میکنیم شاید 3-4 نفرشون میرسن به حالا چه لیگ برتر. متاسفانه بله، اینا سرمایه‌ای هستن که میتونن برای فوتبال ما واقعا یه ذخیره های خوبی باشن. حالا چرا این اتفاق میفته که اینا یه مقدار از بین میرن؟ ما تو سالهای گذشته یه پروسه بود برای اینکه این بچه‌ها پله پله که میمدن میرسن تو مقطع امیدا دیگه شما باید یا خدمت میرفتی یا باید میرفتی دانشگاه. خب خیلی از اینا اون شانس رو برای رفتن به دانشگاه نداشتن، مجبور میشدن برن به خدمت سربازی. معافیت ندارن نه دیگه، اون موقع اصلا نبود همچین قانونایی وجود نداشت که شما اگه ملی بازی کردی حالا باید از معافیت ملی استفاده کنی. این بقیه باید میرفتی پا میدونی باید میرفتی. بله، و اکثرا اینا تو اون مرحله که میرسیدن
مجبور بودم برم بحث خدمت فاصله می افتاد سربازشی من این فاصله لطمه میزد به تیم ما. امیدوارم که حالا تو این دوره یه تعمیداتی قائل بشم برای این بچه ها. و از همه مهمتر اینه که شما تو باشگاه از وجود این بازیکن ها استفاده کنین، یعنی در واقع مربی ها باید این لطفو بکنن که یه مقدار شجاعت بیشتری داشته باشن استفاده کردن از این بچه ها. همیشه شما میگی شجاعت ما، چون میترسن هم مربی ها که بس. نتیجه میخوان ازشون، هم الان تیم ملیمون که میانگین سنیش فکر میکنم رو 35-6 بود، یعنی تیم ملی نسبتا پیری داریم، شرایط خیلی البته بازیکن‌های خوبی داریم، ولی همینطور که شما فرمودید شرایط سنی ما دیگه ایجاد نمی‌کنه که شما به جام جهانی بعدی فکر بکنید. مثلا احسان حاج صفی قطعا به جام جهانی بعدی نمی‌رسه و و خیلی بازیکن نمی‌رسن. شجاع خلیزاده 36 سالشه، 37 سالشه داره بازی می‌کنه. خط دفاعیمون همینطور، خط میانیمون هم تقریبا مسنه، خط حمله‌مون هم دیگه بالای 30 سالن. خب اینا مطمئناً شانسی برای جام جهانی کمتر دارن دیگه. و یه مشکلی هم که شما باش دست و پنجه هم میکردید اون دوران بس صغر سنی بود. حسین کعبی که هر جا بوده یه صغر سنی داشته. ببین حالا شما اینو میفرمایین، همین حسین کعبی برای شما تو جام جهانی بازی کرده، بهترین بازی ها هم کرده، یه چیزی حدود 10 سال تو فوتبال این فوتبال بازی کرده، فوتبال در سطح بالا بازی کرده. ببینین نه شما از من خبر دارین نه من از شما خبر دارم که اولاد شما چه تاریخی به دنیا اومده. من اولاد ندارم پدرم. منظور میخوام بگم که حالا اینو مثال زدم که شما بدونید. پس کسی که موظف این رو رعایت بکنه و ببینه یک... نه نمیگم وظیفه سرمربیه. نه نه عرض میکنم خدمت شما، یک فدراسیون فوتبال، دو اداره گذرنامه که وقتی گذرنامه صادر میکنه شما میتونی به اون مرجع بگی چرا گذرنامه صادر کردی برای این بازیکن. اینا تو اون زمان همه این مسائل رو داشتن و گذرنامه براشون صادر شده و اومدن بازی کردن. چند تا از بازیکنان اون صغر سنی بودن اون سال؟ من میگم که من چیزی که خدمت شما عرض کردم این بود که من اطلاعی نداشتم و این چیزایی بود که صادر شد و بعدم اومدن گفتن آقا اینا دوتا مثلا بازیکن صغر سنی داشتن. درست. آقا مثلا میگفتن رسول میرطرقی که حالا عکسش هم شما دیدین مثلا دوتا بچه داشته. نه خودش اینجوری نبوده دیگه. اینا توی 17 سالگی یه خورده مزاح کردن، یه خورده شوخی کردن. ولی ما 5-6 تا صغر سنی داشتیم اون سال. من نمیدونم اینو اگه شما دقیقاً میدونید. میخوای اسمشون رو یکی دوتاشون رو حسام همرنگ بود، ایمان پروا بود، حسین. خب اینا همشون پاسپورت و مدارک مدارک تحصیلیشون و پاسپورتشون همه با هم میخونن. خب خیلی با حالا اسم فامیل برادر یا پسرمون کسی بازی میکنن. البته ببینید من نمیخوام که تست ایکس‌ری میگیرن از اینا برای اون موقع نمیگرفتن دیگه. جدیداً الان ایکس‌ری یعنی اون تست رو نمیگرفتن با صغر سنیاشون. ببینید من میخوام اینو به شما بگم، تو دورهای گذشته همینطور که شما فرمودین شناسنامه اون برادر رو برای این یکی میگرفتن، اینو برای اون میگرفتن، انقدر دقیق نبود، انقدر به ریز نمیشد که شما مثلا ایکس رای بگیرید. من خیلی صادقانه به شما بگم تو تمام رشته های نوجوانان فوتبال این اتفاق میافتاد. حالا تو آفریقایی ها خیلی بیشتر، تو اروپایی ها کمتر، اصلا تو اروپایی ها خیلی، ولی تو آسیایی ها بودن، عمان داشت، امارات داشت، قطر داشت، دیگه خدمت شما عرض کنم تمام کشورهایی که اطراف ما داشتیم به دو استثنا اینا داشتن. ما یه دوره تو آسیا که دوم شدیم، عمان اول شد و هر دو رفتن جام جهانی. صغر سنی بودن بله. اول و دومش رفت جام جهانی. ولی با صغر سنی ژاپن بنده خدا همینجوری اومده بود سوم شد. بله کاملا میگم که شما وقتی نگاه میکنین به فوتبال ژاپن، کره، اونا توی این مسائل اصلا خیلی دقت میکنن، خیلی رعایت میکنن این مسائل رو. حالا امیدوارم که این مشکله الان کمتر شده با این بله، تکنولوژی. کمتر اینا. شده انشالله که بازم کمتر شده. سربازی و دانشگاه رو یه جوری مدیریت کنن که این بچه ها از بین عزیزان آره برسن به سطح حالا چه ملی چه باشگاهی ولی تو رده بزرگتر هم بازم. آقا از پرسپولیس چه خبر؟ پیگیری میکنید اخبارشو؟ بله کاملا، آدم بعضی وقت میشنوه خود ناراحت میشه. من فکر میکنم که مشکلات پرسپولیس مشکلات خانوادگیه، یعنی این مشکلات با تو خود پرسپولیس هم میشد به جای اینکه بیاد بیرون هوادار آزرد خاطر بکنه، نگران بکنه. این مشکل حل شدنی، ما این مشکل الان نداریم که سالهاست ما از بیپولی حرف میزنیم، از کمبود پول حرف میزنیم، از دیر کردن پرداخت ها حرف میزنیم. کدوم سال بوده که مدیر اومده که به موقع پول پرداخت کرده که سرصدا مثلا در نیاد؟ هیچ وقت نبوده. چرا؟ برای اینکه پرسپولیس منبع درآمدی نداره که بگیم امروز اینقدر ورودی داره بعد اینقدر هم خروجی داشته باشه.
نبوده، نشسته یه اسپانسری بیاد اون اسپانسره کمک بکنه یه قراردادی ببنده و این پول توزیع بشه به بازیکنان، یا اول فصل با اسپانسری صحبت میکنن که آقا این مبلغ رو شما بدین ما بتونیم تیممون رو ببندیم. ما همیشه اینو داشتیم، منتها دیروز زود بوده. حالا اسپانسر وعده‌اش وفا میکنه، نه مدیره به بازیکن. حالا بعضیشون هم وفا کردن، بعضیشون هم پول آوردن، آدم باید للهیشو بگه. بعضیشون هم تا اون اندازه که داشتن دادن، بعضیا نداشتن نتونستن ادامه بدن. چون ما تیمی نیستیم که منبع درآمدزایی داشته باشیم، بازار اقتصادی داشته باشیم، بتونیم کپی رایترمون رو مراقبت بکنیم، از مثلا از لباسمون درآمد خوبی داشته باشیم، یا از ترانسفرمون بازیکن بفروشیم، حق پخش تلویزیونی ما اینا رو نداریم. خب این تیم پس دچار مشکلات مالی خواهد شد، همینطور استقلال، همینطور تا زمانی که این سیستم به این شکل اداره بشه ما همین مشکلات رو خواهیم داشت. حالا یه جریمه مثل مثلا اینکه 10% از قرارداد بازیکن و کادر فنی کم میشه، اصلا تاثیر مثبت داره، تاثیر منفی داره؟ اینکه رسانه‌ای میشه و بازیکن رو یه جوری جلوی هوادار قرار بخوام بدن، چون فکر نمی‌کنم انگیزه بده بازیکن اون 10% کم میشه که مثلا آقا 10% دیگه کم نشه. معمولا باعث ایجاد تفرقه و اختلاف بوده و نتیجه‌اش هم دیدیم دیگه. الان پرسپولیس 4-5 هفته است نمیبره به خاطر همین ماجراهایی که حول باشگاه هست. ببین من هر دوتا رو رد میکنم و قبول ندارم که چرا این اتفاق افتاده، حتی تو مدیریت همینطور و از طرف دیگه تو قسمت کادر فنی و بازیکنان. ببینید من میخوام بگم که باید توی بحث فوتبال از مدیریت گرفته تا بازیکن یه قوانینی هست که شما به عنوان مدیر موظفی رعایت کنی، من به عنوان کادر فنی باید رعایت بکنم، و از همه مهمتر بازیکن. ببینید اگر این مشکلی پیش اومده بین کادر فنی و مدیریت، خب حل میشه، حل هم خواهد شد. اما من سوالم اینجاست، بازیکن باید برای چی بیاد بیانه بده؟ خب پولش نگرفته اشکالی نداره، پولش میگیره، مگه سال گذشتهش نگرفته؟ دیروز شده اومده. اما اینکه بازیکن میاد بیانیه میده، این به نظر من هیچ جای دنیا شما نمیتونی بگی. هر بیانیه ای، حتی مثلا در حمایت از تیم یا مسائل اینجوری. ببینید این بیانیه در حمایت تیم نبوده، این بیانیه در مورد الان بازیکن خاصی رو داره میگی؟ کل بازیکن ها رو میگم. نه بازیکن خاصی، من میخوام بگم که این بیانیه رو یه نفر که ننوشته، همه اعضای تیم نوشتن دیگه، در مورد مدیر عامل نوشتن. خب من میخوام بگم که اینجا نبود بازیکن ورود بکنه به این موضوع، اینجا بحث مال کادر فنیه و مدیریته. اگر موردی هست بازیکن باید انتقال بده به کادر فنی، کادر فنی برای این مشکل حل بکنی. این که امروز شما به عنوان یه بازیکن میای بیانیه میدی، فردا شما به عنوان مدیر عامل میری، یه مدیر عامل دیگه میاد، اون مدیر عامل هم که نمیتونیم بگیم اشتباه نمیکنه، اونم اشتباه میکنه، امروز اونم اشتباه میکنه، صبح شما رو دوباره بیانیه میدین که ایشون هم باز باید بره. خب سنگ رو سنگ بند نمیشه که. من حرفم اینه که اگر قرار مشکلی حل بشه، اجازه بدن که همون کسایی که مسئولیت رو دارن اونا خودشون حل کنن. اینکه بازیکن بیانیه میده و تماشاچی نگران میشه، از این ور مدیر عامل یه بیانیه میده، اینا چیز قشنگی برای پرسپولیس. اینا به جز اینکه این تیمو به هم بریزه و تمام ذهنیت بازیکن‌ها به هم ریخته بشه، هیچ کمکی به این تیم نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اون هوادار علاقمند تیمش نتیجه بگیره و دور از مسائل حاشیه. اینا به جز مسائل حاشیه که هی زیاد اونا توی خود خانواده، به قول شما خانواده حل بشه، حل شده. اگه یه سخنگوی داره باشگاه، حتما داره یه روابطومی داره، یه سخنگویی داره، یه معاون ورزشی داره، همه اینا میتونن بیان صحبت کنن و این موضوعات رو جمع بکنن که انقدر دامنه زیاد نشه که همه دلنگران بشن. الان هم که به لطف فضای مجازی هر مشکلی رو چند برابر تو بوق کردن میگم، یه ده حد اینکه مثلا آقای گل محمدی آقای درویش رو آنفالو کرد توی فضای مجازی، این میشه یه بحران. قشنگ نیست به نظر من، چون وقتی شما داریم با یکی همکاری مگه میخواین قطع رابطه بکنین که الان این اتفاق افتاده؟ خب فردا دوباره باید بیایم بشینین سر یه میز توی زمین دوباره چش تو چش میخواین کار کنین. بعدم اصلا من یه موضوعی رو میخوام بگم که از همه مهمتره. دوستان عزیز، آقایونی که دنبال دعوا هستین و بحث میکنین و دنبال پول هستین، همه چی تو زندگی پول نمیشه، یه جایی هم به خاطر دل این هوادارا بازی کنین.
عشق این هوادارا کجا رفته که میایین دستتون رو میذارین رو سینه و میبوسین؟ یاد اینجا باشین که هواداری که با الان اونم بلیطای استادیوم چقدر شده، تا استادیوم باید بره با اون حمل و نقل عمومی که به سختی در دسترسشون قرار میگیره، از اون ور اگه یه بازیکنی ناز میکنه حتی برن جلوی باشگاه شعار بدن و اینا، ولی آخرش میبینم مثلا برای یه مسئله کوچیکی اینجوری همه چی به هم میریزه. بعد از همه مهمتر شما همش به خودتون فکر نکنین، این تیم ببخشید من اینو با صراحت میخوام بگم، چه شما باشین چه نباشین پرسپولیس همیشه هست، جایگاه پرسپولیس از همه بالاتره، اصلا شک نکنین. از شما بزرگترها تو این تیم‌ها اومدن، ستارهای مملکت بودن، بازی‌های ملی داشتن، بزرگای پرسپولیس بودن، رفتن، ولی باز پرسپولیس هست. پس به خاطر اون پیرنی که می‌پوشین، به اون پیرن احترام بذارین و این مقدار خواسته‌هاتون قابل احترام هست، اما همه چی پول نمیشه. ضمن اینکه شما تو هفته‌های آینده بازی‌های سختی رو پیش رو دارین، باید با النصر بازی کنین، با الدوحیل بازی کنین. شهر صعودمون هم یه مقدار پیچیده شده. احسن. پس این طرفدارا از شما انتظار دارن. من خواهشم اینه به عنوان یه بزرگتر، به عنوان یه برادر، به عنوان یه هوادار. حالا نمیخوام بگم پرسپولیسی، به عنوان یه هوادار اینکه خواهشن یه مقدار صبوری بکنین، یه مقدار تحمل بکنین، یه مقدار آستانه تحملتون رو ببرین بالاتر. این مشکلات مطمئن باشین حل خواهد شد و اجازه ندین رسانه نشه حتی ممکنه راحت‌تر و زودتر حل بشه. و اجازه ندین که هوادارای ما دلچرکی بشن، دلشکسته بشن، نگران بشن. چرا؟ برای اینکه اون هوادار هم شما رو دوست داره، هم تیمش رو دوست داره، علاقه مند اینه که با آرامش بیشتر این تیم رو به جلو بره. واقعا انقدر الان هر کس تو زندگی و شخصی خودش مشکل داره که دیگه اینکه هرس اون بازیکن و قهر دوتا مربی و اداره بخوره یه مقدار سخته براشون، بی‌انصافیه. خیلی به قول شما خیلی بی‌انصافیه. پس ما سعی کنیم اونا رو آزرده خاطر نکنیم، سعی کنیم اونا رو هم تو آرامش نگه داریم. حالا یه خود سختیه خودمون به جون می‌خریم سختی رو، که اونا هم لذت ببرن از بودن ما، از بازی کردن ما لذت ببرن انشالله. حالا تو فوتبال ما که معمولا یه مشکلی پیش میاد یه راه حل میدن، مشکل دوتا میشه. حالا یه دونش همین بحث قرارداد و اینا بود، یه قانون صفحه قرارداد گذاشته، الان هر هفته دارن از یه تیم امتیاز کم میکنن. امروز دوباره شنیدم که پرسپولیس یه امتیاز دیگه و از استقلال 4 امتیاز قراره کم بشه. حالا ساعت و سوق میشه در هفته آتی میشه انشالله که صحت نداشته باشه. ولی میخوام بگم که ما هیچ جای دنیا نداریم سقف قرارداد. شما مگه برای یه هنر میتونی قیمت بذاری؟ شما نمیتونی این کارو. این قانون رو زمان شما هم گذاشتن؟ نه. نبود اون موقع. خوشبختانه زمان ما پول نبود که قانون بذارم. از یه سالی یه سقف قرارداد میام گذاشتن که اول با میگفتن با ماشینای لوکس و اینا میپیچوندن این قانونو، حالا الانم که قطعاً اون چیزی که ثبت میشه واقعی نیست، قطعاً واقعی. بعد یه جای دیگه بی احترامی به هواداره که آقا دیگه ما که میدونیم مثلا کسی با 5 میلیون نمیاد حساب پرسپولیس بازی کنه. چرا شفاف نیستیم؟ چرا واقعا باز نمیکنیم بگیم؟ اصلا شدنی نیست. ببینین راه دور زدنش رو همه یاد گرفتن، بلدن. یکی با قرارداد کسی دیگه از فامیلاش میبنده به یکی دیگه میده. اصلا این کار درستی نیست به نظر من. اصلا شما نمیتونی سقف قرارداد بذاری و نمیتونی جلوشو بگیری. منتها این یه راهکارایی داره که باید اون راهکاراشو خود باشگاه بهش برسن و بتونن انجام بدن. من مثال میزنم فرضا اگه شما امروز یه کمیته داشته باشی، کمیته فنی داشته باشی که صاحب نظر باشن، فنی باشن. نه من آخه بعضیا کمیته فنی رو اشتباه برداشت میکنن، فکر میکنن کمیته فنی باید مثلا دخالت کنه تو کار سرمربی. اصلا اینطوری نیست. کمیته فنی که راجع به بازیکنایی که میخوان جذب بشن نظر میدن. این کمیته فنی میگه آقا شما میخواین تو این پست سه تا دفاع وسط میخوای، ما سه تا دفاع وسط رو با این اولویت بندی ها مثلا میگیم که اینا رو انتخاب کنین، اولی نشد دومی، دومی نشد سومی. حالا این سه نفر چه اولویت هایی دارن؟ باید ببینن که این نفر چند تا تو باشگاه قبلیش بازی کرده، بازی هایی که کرده چقدر توانایی داشته، چقدر اشتباه داشته. الان هم که ریز آمار رو میدن از دوندگی تا تمام پارامتر، همه اینا رو وقتی میزنین جلو خودتون میبینین که از 31 بازی این 28 بازی کرده، خب قابل قبوله. بعد میایین روش رقم میذارین. اگه با این به توافق نرسیدین
با رقم نفر بعدی که رقمش پایین تره. اون نشد. در هر صورت این یه قاعده ای داره. امروز یه ارجنتی میاد مثلا میگه آقا این آقا آتوم هم میارزه. تا شما مثلا میخواید بگید من آتوم هم نمیده. آقا فلان باشگاه آیه به اضافه به داره به این میده. شما نمیدید من میبرمش اونجا. ببینین این هاست که این حساب کتاب به هم میزنه و شما نمیتونی یه قیمت ثابت بر اساس توانایی اون آدم بهش قیمت بذاری. همین خاطر بازیکنی که سال قبل با پرسپولیس قرارداد بسته 3 میلیارد سال بعدش اومده 15 میلیارد خواسته. این بر چه اساسی باید 15 میلیارد بگیره؟ 10 درصد 20 درصد 50 درصد از قرارداد سال قبلش، 100 درصد قرارداد سال قبلش، نه 200-300 درصد. ببینیم ایناست که این معیارا رو به هم میزنه و نمیتونن ثبات لازم رو داشته باشن برای بستن قرارداد. میگم به هر مشکل و بنبستی میخورن یه قانون میذارن بدترش میکنه. الان یه قانون واسه بازیکن خارجی گذاشتن، اونا که دیگه اصلا عجیب و غریب میبرن حس میکنن و یه شکایتی الان همین رادوشویچ نمیدونم. بله الان پولش میگیره و پولش هم دارن تهیه میکنن که بدن. خب اینا همه ضرره برای باشگاه. الان قانون گذاشتن که ریالی ببندید. کدوم بازیکن خارجی میاد ریالی؟ خود داخلی ها فکر میکنن دیگه دلاری ببندن کم کم. اصلا نمیبندن. اینا همش این که پیشنهاده ولی اصل قضیه این نیست و کار اصولیش هم این نیست. شما از خارج اومدی میخوای ریالی از قرارداد ببندی، هیچ کی این کارو نمیکنه. ولی من میخوام بگم که اگر یه ضوابط درست حسابی بشه، ببینید من میگم بازیکن خارجی خوبه، باید حداقل وقتی میاد بازی میکنه 20-30 کلاس از بازیکن داخلی بالاتر باشه. شما وقتی نگاه میکنی از شما بپرسن بگن آقا به عنوان یه بیننده فقط، نه اینکه طرفدار، بگن آقا این بازی رو که شما میبینید کدوم بازیکن خوبه، دست بزنی بگی اون شماره 10 مثلا خوبه، بعد میپرسی آقا اون شماره 10 چی، میگن خارجیه. خب تفاوتش با بقیه باید مشخص بشه. ما بازیکن میاریم از خود مال ما پایین تره، بعد مثلا جای چهار تا جوون دیگه رو میگیره که میتونه بیاد بازی کنه. هم رقمش 500,000 دلاره. آقا این چه جوری 500,000 دلار میارزیده که شما 500,000 دلاری که میره شکایت میکنه دوبل میشه مثلا 3 برابر باید بده. دقیقاً امتیازشو کم میکنه. اینا اشکاله. ببینید ببخشید من اینو میخوام بگم، ما یه مقدارم باید نگاهمون تو مدیریت رو عوض بشه. مدیریت های فوتبالی ما باید بیشتر بشن، بیشتر بیان تو فوتبال، اطلاعات فوتبالیشون رو ببرن بالا، بیشتر داشته باشن که کمتنی خسارت رو بخورن، که متاسفانه از رو ندونستن ناآگاهی این خسارت به باشگاه وارد میشه. امیدوارم که ما هرچی که جلو میریم که الان بهتر شده، بعضی از باشگاه واقعا به ریز میرن تو داستان و قرارداد میبندن و درست حسابی میبندن و در نهایت کمتر خسارت میبینن. من امیدوارم که ما تو اون زمینم رشد بیشتری داشته باشیم و بتونیم که کنترل کنیم این قیمتا رو و انشالله فوتبال ما پیشرفت بکنه و باعث خوشحالی عزیزانی که این فوتبال رو دوست دارن و به خاطرش سینه چاک میکنن و سفته میکنن و عاشق هستن لذتی ببرن. ما امیدواریم اتفاق بیفته. میگم در حالی که مثلا کشورهای همسایه دارن با رونالدو و مانه و بازیکنای این مدلی کوتینیو توی قطر دارن قرارداد میبندن، ما میگم حداقل یه سری قانونی که خنده داره مثل قرارداد ریالی بستن یا این سقف قراردادی که خبرایی که از یه سری باشگاه میاد بیرون که مثلا اعداد و رقم به ما میدن، بس میکنه که دارن توهین میکنن به هوادار و مخاطب که آقا ما که میدونیم مثلا این طرف چقدر میگیره، اینکه یه عدد دیگه میگید برای دور زدن اونها به نظر بی‌احترامی به هواداره. و آخرین سوالم وضعیت تیم ملیمون در آستانه جام ملت‌های آسیا با رقبای عجیب و غریبی که داریم. خدمت شما عرض بکنم که خب ما یه حس خوبی که برای ما پیش اومده اینه که ما بازی‌های مقدماتی جام جهانی رو داریم قبل از جام ملت‌ها انجام میدیم. این یه حس خوبی برای تیم ملی ما داره، اینه که ما بازی‌های مقدماتی جام جهانی پیش بازی تدارکاتی خوبی میشه برای ما برای جام ملت‌ها. اما یادمون نره که همین تیم هم که ما تو مقدماتی ها بازی میکنیم، حالا سوای هنگ کنگ که باید یه خود بذاریمش کنار، بقیه تیم ها تیم های راحتی نیستن که بخوایم ما باشون بازی کنیم. ولی ما تیممون انقدر پتانسیلش خوب هست، نفرات خوب داریم، هم با تجربه داریم، هم به نسبت جوان داریم، هم یه تیم کاملی داریم که بسیار بسیار خوبه. این بازی های تدارکاتی میتونه کمک به تیم ملی بکنه که هماهنگیاش بیشتر باشه، همدیگر رو تو زمین خوب پیدا بکنن. یه حسن دیگه برای کادر فنی داره که بتونه تاکتیکای مورد نظرش رو
تو این بازی‌های مقدماتی اجرا بکنه که تو جام ملت‌ها بتونه راحت‌تر بازی کنه. میدونین که جام ملت‌ها تیم‌های بسیار بسیار قوی میان، شک نداریم که این بازی‌های مقدماتی که می‌فرمایید جایی نیست که بشه مثلا به 4 تا جوان بازی داد از خط دفاع تا حالا خطوط دیگه. حالا ببینیم، ما اگه قرار بود که این کارو بکنیم، به نظر من باید از 3 سال پیش پیدا این کار انجام میدادیم. ببینید توی تیم ملی شما نمیتونید تجربه کسب کنید. قبل از تیم ملی تو 3 سال قبل ما باید این جوونا رو میآوردیم تو تیم ملی که تو اون بازی تدارکاتی میذاشتیم، 10 تا 15 تا 20 تا بازی تدارکاتی انجام میدادن، حالا ازشون بهره برداری میکردیم. خروجیشو تو جام ملت‌های آسیا. آفرین. ما نمیتونیم این ریسک رو بکنیم. یعنی هیچ قانونی نمیگه که شما یهو تیمتو جوون بکنی بیاری ببریش تو جام ملت‌ها، ببریش تو مقدماتی بازی کنی. اصلا این یه کار بسیار ریسک بالایی داره. خیلی بالا. ولی ترکیب اصلیه با میانگین سنی بالا جلوی هنگ کنگ هم نمیدونم کمکی میکنه به تیم ملی؟ نمیکنه. ولی الان شما در هر صورت اون تیمو میبری. ولی شما نمیتونی بیای یه تیمتو تغییر بدی 50%شو بکنی تیم جوون. جوونی که ببینید تجربه آنچنانی نداره. نمونش خیلی صادقانه من به شما بگم، بدون اینکه به کسی بر بخوره، ما تو مرحله نوجوانان که میایم بالا میخوریم به جوانان، درسته؟ بعد جوانان بهتریناش میاد کجا؟ المپیک. المپیک رفتیم اوت شدیم. این فاجعه است. پس اون المپیکیه رو الان نمیتونی بذاریمش تو تیم ملی. نقطه رشدش اونجا بوده دیگه. شما نوجوانان که نمیتونی بذاری تو تیم ملی. جوانان هم که نمیتونی. المپیک هم که 40 ساله نمیتونی بذاریم تیم ملی. المپیک بازیکنایی که تو لیگ بازی کردن، الان شما به عنوان یه مربی میتونی از این بازیکنی که تو المپیک و تو امید بازی کرده ازش استفاده کنی. زیر 23 ساله. این قابل قبوله. اما نمیتونی اینو بیاری الان بذاریش تو تیم ملی. چرا؟ چون تجربهش کمه. و اون تجربه لازم برای تیم ملی نداره. خب تجربه لازم برای تیم ملی رو نداره، تو لیگ هم که بعضی مربی ها جرات نمیذارن بازی بدن، همون سربازی همین دارن اتفاقی بهتر این اتفاقی میفته که ما هیچ زمانی آقا تو دور مقدماتی المپیک اوت نشده بودیم. اونم میریم با یه کارت زرد اصلا معنی نداره. اگه مثلا فرض شما با سرگروهتون برابر بودین، مثلا بالای جدول بودین، نه به عنوان تیم دوم که با یه کارت زرد از دور مسابقات خارج شدید، میگیم با تفاضل گل ما شدیم دوم، با هم رفتیم. تفاضل گل که نداشتیم چی؟ با یه کارت زرد هم اوت شدیم. پس این نشون میده که ما تو اون رده ها خیلی خوب عمل نکردیم که بتونیم پشتوانه خوبی داشته باشیم برای تیم ملی. و به همین خاطر ما نمیتونیم به این راحتی تیم ملی رو جوون بکنیم. پیش بینی تون از جام ملت‌ها چیه؟ ما اونجا مطمئناً بازی خوبی رو انجام خواهیم داد، اما تو مراحل بالاترش حالا باید ببینیم به چه تیمایی می‌خوریم. ژاپن می‌خوریم، کره می‌خوریم. حالا امیدوارم که به تیمایی می‌خوریم که بتونیم تا جزء 4 تا تیم باش. خیلی ممنون ازت. اگه دوربین سمت من نیاد فعلا من. سعی می‌کنم خدمت شما یادگاری از خیلی ممنون، مرسی از قسمت آخر ما در فصل اول. متشکرم، خیلی ممنون. ان شاء الله با قدرت فصل بعد برمیگردیم. خیلی ممنونم ازتون. اجازه می‌خوام که یه تشکر ویژه بکنم. زنده باشین. کارگردان محترم، تهیه کننده محترم، دوستانی که پشت صحنه زحمت می‌کشن، همچنین شما. زنده باشین. سپاسگزاریم. مرسی از ممنون که تشریف آوردین. مرسی ازتون. خیلی لطف. ممنونم که وقت رو به من دادین. عزیزی سپاسگزارم. ما یه بخشی می‌بینیم و با بخش پایانی در خدمتتون خواهیم بود. ممنون ازتون.